رهبری و موفقیت کاریزماتیک تر بودن در زندگی و مصاحبه ها. به گفته ساینس آف پیپل ونسا ون آدوارد و مل رابینز به مراجع مراجعه کنید، کاریزما در مورد اعتماد به نفس، خود درونگرا، خود برونگرا و شخصیت شما نیست. در عوض آن چیزی است که به دیگران نشان می دهید، نه اینکه شما چه کسی هستید. وقتی کاریزما را به نمایش می گذارید، اغلب تأثیرگذارتر به عنوان یک رهبر و موفق تر دیده می شوید. کاریزما با توانایی شما در ارتباط است. آیا مردم شما را قابل دسترس می دانند؟ دوست داشتنی هستی؟ آیا مردم جذب شما می شوند؟ آیا مردم دوست دارند شما را در موقعیت‌های رهبری دنبال کنند؟ افراد کاریزماتیک افراد اطراف خود را انتخاب می کنند. هنگامی که آنها سیگنال‌های مثبت را صادر می کنند، سیگنال‌های استراتژیک هدفمند هستند. خودشیفته ها سیگنال های منفی می دهند. بنابراین مردم اجتناب می کنند و نمی خواهند در اطراف آنها باشند. همه ما دوست داریم در کنار افراد صمیمی و شایسته باشیم. این ویژگی ها به طور خاص سطح کاریزمای شما را به تصویر می کشد. بودن در کنار افراد صمیمی و شایسته به ما کمک می کند احساس بهتری داشته باشیم و بهترین خودمان باشیم. گرما افراد مبتنی بر احساسات که به عنوان افرادی خوشایند و بخشنده دیده می شوند. صلاحیت افراد شایسته اغلب رفع کننده هایی هستند که دوست دارند مشکلات را حل کنند و به دیگران کمک کنند. آنها متفکرانی انتقادی هستند که همیشه می خواهند کارها را درست انجام دهند. آنها در طول زندگی خود همه چیز و همه کس را بررسی می کنند. اگر شما این صمیمیت و شایستگی را نشان نهید، ممکن است مردم شما را جدی نگیرند. سایر ویژگی‌های زیر این چتر عبارتند از اعتماد، قابلیت اطمینان، توانا، ارتباط و حضور قدرتمند یعنی استفاده از دست‌های شکارگر، باهوش، ساده لوح نیست. دیگران راحت و سریع با شما آسیب پذیر می شوند. قاطعانه و عمدی، تماس چشمی هدفمند. شما ممکن است کاریزماتیک باشید، اما به دلیل شخصیتی درونگرا یا تحلیلی به اندازه کافی این ویژگی ها را نشان نمی دهید. سیگنال دهی زیر در افراد موفق رایج است که اغلب فکر می کنند هوش و شایستگی هایشان به جای آنها صحبت می کند، بنابراین در زیر نشانه های گرما و شایستگی نشان می دهند. دنیا این را در مورد شما باور نمی کند، زیرا شما این نشانه ها را به دیگران نشان می دهید. هوش و دستاوردهای مستقیم شما را کاریزماتیک نمی کند. شما باید صمیمیت و شایستگی خود را شخصا با نشانه های هدفمند مکرر به طور مؤثر نشان دهید. در غیر این صورت، مردم ممکن است به سرعت به شما گوش نهند، شما را دنبال کنند، به شما احترام بگذارند، احساسات را به اشتراک بگذارند یا در اطراف شما آسیب پذیر نباشند. کاریزما فقط برداشت اولیه نیست. این در مورد هر برداشت است. اغلب اوقات ما نقطه کور بزرگی برای درک سطح کاریزمای خود داریم. آیا شما خونگرم با کفایت هستید یا این نشانه ها را برای کاریزما نشان می دهید؟
برای تشخیص اینکه آیا کاریزماتیک هستید یا خیر یک مسابقه امتحان کنید. http://www.scienceofpeople.com/charisma برای فراتر رفتن با دنبال کردن نتایج خود 3 نفر از نزدیکانتان در آزمون شرکت کنند به عنوان مثال شما. خانواده، دوستان و دیگران مهم، سپس از 3 نفر یکی دیگر از دوستان، دوستان و اعضای خانواده خود بخواهید که در این آزمون مثل شما شرکت کنند و انگار که شما هستند. نشانه های ویژگی های کلامی، غیر کلامی و فیزیکی جذابیت. اینها کارهایی هستند که باید برای نشان دادن گرمی، شایستگی و کاریزمای بیشتر انجام دهید. 10 ثانیه اول مهمترین هستند. دستان خود را برای نشان دادن گرما نشان دهید. آنها را پشت خود یا در جیب پنهان نکنید. سلام موج بزن. صحبت کردن با دست خوب است. بیشتر گفتگوهای ویروسی بیشترین حرکات دست را دارند. با نشانه های کلامی و غیر کلامی صحبت کنید. مغز برای باور حرکات بیش از کلمات مستعتر است. ژست ها حقایق را نشان می دهند و باعث افزایش اعتماد به این که شما حقیقت را می گویید. فاصله بین شما و مخاطب مهم است. حداقل 10 فوت از دوربین ها بنشینید. نمای نزدیک سیگنال لحظه های صمیمی است. با دوستان، خانواده، افراد مهم، به نقاط مهم قدرتمندی که می سازید تکیه کنید. پیام خود را با صدای خنسی و بدون مکالمه بالا یا پایین ارائه دهید، نفس بکشید، از مکس استفاده کنید و خیلی سریع ارتباط برقرار نکنید. مطمئن شوید که دوربین، لپتاپ و بدن شما مستقیماً در مقابل شخص با هم ارتباط برقرار می‌کنند. به جای زاویه‌ای که انگار بخشی از شما مکالمه را ترک کرده و می‌خواهید فرار کنید. با انتخاب دقیق لباس، کفش، مو، آرایش، عینک و ویژگی‌های فیزیکی قابل ارائه باشید. وقتی رسمی‌تر لباس می‌پوشید، به این مناسبت می‌رسید و بهترین خود را نشان می‌دهید. استفاده از لوازم آرایش غیراصولی نیست، فقط شما بهترین ویژگی‌های خود را برجسته می‌کنید. کمال لازم نیست. توانایی شما زمانی بهبود می‌یابد که واقعی باشید، اشتباه کنید و انسان به نظر برسید. در ابتدای مکالمه با اشتباهات روبرو شوید. هنگامی که افشای نواقص در ابتدای مصاحبه رخ می دهد، به طور پیشگیرانه با اعتماد و توانایی بهتر درک می شود. اگر کل جلسه را به خوبی انجام دهید و نقصی در پایان نمایش داده شود، اعتماد و دوست داشتن کاهش می یابد یا از بین می رود. نشانه های دیگر برای ایجاد اعتماد و شایستگی. دور نگاه کردن به شما این امکان را می دهد که به طور مؤثرتری پاسخ دهید و اطلاعات را بدون استرس اضافی پردازش کنید. نگاه کردن به بالا اغلب به این معنی است که شما به یک حافظه یا تفکر انتقادی دسترسی دارید. این نگاه کردن به بالا یا دور، تفکر عمیق را برای ارائه بهترین دقیق‌ترین پاسخ نشان می‌دهد. این نشانگر دروغگویی نیست. تست یادآوری انجام دهید. ببینید وقتی حقایق را به خاطر می‌آورید چه می‌کنید.
بدانید که چه زمانی دروغ نشان می دهید یا دروغ می گویید، زیرا ممکن است این کار را هنگام گفتن حقایق انجام دهید که بر توانایی دیگران برای درک درست شما تأثیر می گذارد. ژست های غیراصیل عبارتند از لمس بینی، فشار لب و لمس پیشانی، اخم کردن شانه های دهان، ماه پوشاندن، مشت های گره کرده، بینی چروکیده از انزجار یا نشانه های دیگر، اما اغلب ممکن است به اشتباه درک شوند، زیرا افرادی که در لحظات استراب تحت استرس هستند می توانند این موارد را نیز نشان دهند. نشانه های عصبی شامل لمس صورت، فشردن شکم، بیقراری، مکس های ناخوشایند یا حرکات لب است. انعکاس غیر کلامی، جلسات مجازی و نکات مصاحبه. حفظ یک پس زمینه واقعی در جلسات مجازی، آیات تصاویر پس زمینه مجازی. وقتی از تصاویر پس زمینه مجازی استفاده می کنید، حتما یکی را انتخاب کنید که شخصیت شما و شخصیت شما را توصیف کند. می توانید از آنها برای تعامل با دیگران و افزایش اشتیاق برای بخشی از تماس به جای استفاده از پس‌زمینه مجازی در تمام مدت استفاده کنید. پس‌زمینه های واقعی می توانند با نشان دادن اینکه چه کسی هستید به شیوهای سرگرم کننده یک تماس را تقویت کنند. می توانید مدرک، جوایز، گواهینامه ها و کتاب های خود را در پس زمینه داشته باشید. پس زمینه می تواند یک دارایی پنهان و موضوع بحث در لحظات ناخوشایند باشد. جابجایی به فقط صدا اشکالی ندارد. جابجایی به تنها صدا بهترین ارائه را به خصوص برای درونگراها امکان پذیر می کند، زیرا اغلب تمرکز بر آنچه میگویید در مقابل زبان بدن و حالات چهره ممکن است طاقت فرسا باشد. زمانی که بتوانید صرفاً بر ارائه شفاهی و آنچه میگویید تمرکز کنید، شما برای برقراری ارتباط بهتر و مؤثرترین پاسخ مناسب هستید. نکات فیزیکی، شانه ها به عقب. از فاصله استراتژیک از دوربین استفاده کنید. از حرکات دست مانند تکان دادن جهنم استفاده کنید. کاریزما فقدان بنابراین منجر به تعهدات دعوی می شود. ما از افرادی که گرمای کمتری از خود بیرون می ریزند بیزاریم، زیرا این امر منجر به کاهش درک شایستگی می شود که منجر به اکثر دعاوی قضایی می شود. برای کاهش خطرات افزایش آماری در مورد شکایت در یک دادخواست یا ناتوانی بیشتر در زندگی شخصی و حرفه خود، نشانه های گرمای بیشتری را به اشتراک بگذارید. مجدداً با کاریزماتیک تر بودن به عنوان مثال با روش‌های ذکر شده در بالا، گرما و شایستگی بهتری را نشان دهید. در یک یادداشت منفی مشابه در لحظه‌های بی‌احترامی از سوی افراد دشوار، بهترین پاسخ اغلب این است که با پرسیدن شما اکسلن به نظر می‌رسید، یعنی احساساتی مانند ناراحت، ناامید، ناراحت کننده و غیره با آن لحظه روبرو شوید. چه مشکلی دارد؟ سپس صبر کنید تا ببینید آنها چگونه پاسخ می دهند. مواجهه با لحظه در یک سوال به آنها اجازه می دهد پاسخ مثبت یا خیر دهند، سپس توضیح دهند که کدام یک اطلاعات بیشتری به شما ارائه می دهد. از این طریق می توانید به بهترین شکل پاسخ دهید. با نشانه های کلامی و فیزیکی عمدی باشید. حرکات، قدرت صوتی یا دامنه های بیش از حد را در صدای خود تجسم نکنید، مگر اینکه اشتیاق نشان دهید، بیقراری بیش از حد و غیره.
بر درون و سایر خروجی های فیزیکی و کلامی تمرکز کنید. درونگراها اغلب خروجی های نامتجانس مانند لبخند های ساختگی را ناآگاهانه و بدون اینکه قصد انجام آن را داشته باشند نشان می دهند. لبخند های واقعی متمرکز بر دهان نیستند، بلکه شامل چشم ها و خطوط پای کلاغی نیز می شوند. واقعی لبخند بزن. سرتان را تکان دهید، یعنی سه بار سرتان را تکان دهید. این نشان دهنده اشتیاق شماست که دیگری بیشتر به شما بگوید. برای نشان دادن گوش دادن فعال سر را کج کنید. شما می توانید گرما را بدون گفتن یک کلمه نشان دهید. این نشانه ها به افراد بی دست و پا کمک می کند تا در کنار شما احساس راحتی بیشتری کنند. منابع یوتیوب مل رابینز و علم مردم ونسا ون آدوارد ترفندهای روانشناختی برای افزایش نفوذ، درآمد و تأثیر امروز شما. پادکست مل رابینز، یوتیوب زنان تاثیرگذار و ونسا ون آدوارد راز دوست داشتنی و با اعتماد به نفس. ونسا ون آدوارد در مورد زنان تاثیرگذار.